پروردگار به چشمای تو، خدایا من طوفان رو از تو مرجان. شوهر خدا رو شوهر میبینی خدا به همون یه پسر داره. آره مرجان، خدا وقتی یه چیزی از آدم میگیره به جاش یه چیز دیگه میده. تو کولا که وحشتناکی گیر کرده بودم، قایقم شکست، عوضش
صاحب یه پسر شدیم. درسته طوفان، خدا هر چی بخواد همون میشه. یا خدا، پرور مرتبه شکرت که بچه رو بی پدر نکردی. اگه دوست داشته باشی اسم بچه‌مون رو میذاریم امید. میدونی چرا مرد جان؟ چرا؟ واسه اینکه با امید دیدنش تو دریا با مرگ جلاویز شدم. تا اینکه خودمو به تو و بچه‌مون رسوندم. ایشالا فردا شب تولد امیدمون رو جشن میگیریم. سرصداها برای چی؟ یکی از ماهیگیرها صاحب پسر شده، حالا امشب جشن گرفتن. Thank you.
طوفان. چیه؟ چرا نمیخوابی؟ به چی فکر میکنی؟ به فردا فکر میکنم، بدون قایق. فکرشم نکن، به جهنم کشیده است. آخه خیلی کهنه شده بود. خدا میدونه هر دفعه که تو با اون قایق شکسته میرفتی دریا، تا برمیگشتی من نصف العمر میشدم. درسته، اما همون قایق شکسته زندگیمونو میگردوند و برامون روزی میرسوند. کاش میتونستم یه جوری قایق آقا عبدالله رو اجاره میکردم. اون وقت مگه خودش دیگه کار نمیکنه؟ نه، اون میخواد بره تهران کار پیدا کنه. میگفت دیگه از این زندگی دریا خسته شده، قایقش هم گذاشته تعمیر کنه که بفروشه. چیکار میکنی مرجو؟ به چی میگردی؟ بیا فردا برو قایق آقا عبدالله رو اجاره کن. اگرم تونستی بخرش، این پولای خودته. من از خرج خونه زدم برای روز مبادا. از خرج خونه؟ این همه پول؟ نه تو راست نمیگی مرجان. بگو از کجا آوردی، راستشو بگو. ناراحت نشو. آخه ببین اون گردن بند و سکه های عروسی من به چه درد میخورد؟ تو اونا رو فروختی؟ چرا؟ مادرت از خواب بیدار میشه. چرا اونا رو فروختی؟ چرا؟ ببین طوفان، من همیشه فکر میکردم اگه یه روزی قایق کهنه تو بشکنی، تکلیفمون چیه؟ باید چی کار کنیم؟ اگه یه روزی بچه دار بشیم؟ اما حالا تو میتونی یه قایق نو بخری. بقیه پولشم کم کم به عبدالله میدی. اون آدم خیلی خوبیه. اما تو از همه دنیا خوبتری مرجو. درست، ایشالله که خیرشه ببینی. خیلی ممنونم آقا عبدالله. بقیه پولشم سعی میکنم هر چی زودتر بهت بدم. قربون محبتی. الهی با امید تو ای روزی رسون. Come on!
قاضیه؟ این دیگه کیه؟ نه صبر کنید. یعنی چی؟ کاش فیلمبرداری رو متوقف میکردین. ژستا و حرکات این جوان خیلی عالی داره که سالها جلو دوربین هستن. بسیار تیپ خوبیه. درسته، قشنگه، همونیه که من میخواستم. خانم یادداشت کنید پلان 114 تکرار بشه. تنکیو، یعنی متشکرم. قرار بود من مش بزنم، نه اینکه مش بخورم، درسته؟ نوشه جون نفهمیدم، پس همه این داد و فریاد قلابی بود و ما هیچ نمیدونستیم؟ عوضش، ما یه کشف جدیدی کردیم که برامون کلی ارزش داره. راست میگم یا نه؟ اگه همراه ما بیای تهرون به عنوان یه چهره جدید سینما قوقا میکنید. شرط میبندم کت همه، ببخشین، کت همه آرتیستا رو از پشت ببندی. آره درسته، قشنگه، ملنگه. آقای کارگردان، شما در تعریف و تحسین خیلی خسیسین. اتفاقا از دست و دلبازی کت آدم تایی رو از پشت بستم. یعنی چه؟ من به سهم خودم اضافه میکنم که این جوان یک مرد واقعیه، یک چهره جذاب و دوست داشتنیه. من معتقدم این مرد روی پرده سینما معجزه میکنه. اون با تمام وجودش میجنگه، با تمام وجودش قلبها رو تسخیر میکنه. اگه نطقاتون تموم شد با اجازه خودم مرخص میشم. هی صب کن. چیه؟ میشه بپرسم اسمت چیه؟ من توی شب طوفانی به دنیا اومدم. اون وقت مادرم اسممو گذاشت طوفان. قشنگه، ولی من یه همچین اسمی تا الان نشنیده بودم. اسم بی‌نظیریه، مثل خودت. اگه تو با گروه من همکاری کنی، شهرت و ثروت به دست میاری. حالا حاضری پیشنهاد منو قبول کنی؟ پیشنهادشونو قبول کن، چون این خانوم هم هنرپیشه معروفیه، هم خیلی ثروتمنده. ایشون به خیلی کمک کرد و از گمنامی آورده به اوج شهرت و ثروت رسونده و خوشبختشون کرده. شما حرفتونم مثل کارتون قلابیه. ما با همین کار زندگی که داریم راضی هستیم. عزت زیاد. چی زیاد؟ عزت زیاد، یعنی خداحافظ. عزت زیاد. بگو چی میگم؟ بگو تو یاده نرفته. شنگی داری؟ پیش که؟ لابد با این کار کاسبی میکنی؟ آره. ببینم، تو از این قایق روزی چقدر در میاری؟ هرچی در میارم خدا بده برکت، عمرمو میگذره. من میخوام قایق تو برای فیلم برداری اجاره کنم. میفهمی؟ فقط قایق تو. با خودت فقط چند روز اونو برای فیلم برداری بیار. حاضری؟ آره، اما امرون نه. چرا نه؟ من قایقم تازه امرو خریدم، باید اونو به مرجان نشون بدم. مرجان؟ کیه؟ به نظرم اسم زنشه. مرجان در سلام علیکم. قایق رو خریدم مرجان. آقا عبدالله خیلی با من را اومد، گفت بقیه پولم با قدرت بازو در میاری و میدی. راست گفته پسرم، بقیه پول قایقم خدا میرسونه. به خبر نداری مادر، خدا خودش کارا رو جور کرده. گوش کن مرجان، قایق روزی 500 تومن اجاره داره. چی؟ 500 تومن؟ او نه، حتما میخوان باهاش جنس قاچاق بیارن. قبول نکنی یا؟ نه جان دلم، اونو برای فیلم برداری بره کردم. برای چی؟ برای چی؟ برای فیلم برداری عکس. بهم گفتن فردا صبح اول وقت حاضر بشم. آماده باشی، هر وقت شعله سیگارش انداخت تو آب کلید دوربینو بزن. اون پسره نباید بفهمه که ازش فیلم برداری میکنی. جمله هاشون چی میشه؟ اونش مهم نیست، موقع صدا برداری دوبلورا درستش میکنه. کلیدو بزن. طوفان
تو منتظر غروبی که مزد تو بگیری و از من فرار کنی. اما نه، فردا صبح بازم برمیگردی پیش من، برمیگردی و به من میگی سلام. اجازه هست؟ سلام مادر. علیکم سلام. شما هستین؟ میگم شما کی هستین؟ اینجا اومدین برای چی؟ اون یارو ماهیگیره، طوفان شوهر شماست. آره، طوفان شوهر منی. چی کارش داری؟ خونه نیست. کجاست؟ نمیدونم. چشماش نمیبینه؟ کوره. خوشبخته، خیلی خوشبخته که نمیبینه. آخه میدونی من میبینم، خیلی چیزا میبینم. نمیفهمم شما چی میگین، اینجا اومدین برای چی؟ چی شده مرجان؟ مرجان؟ کارد تیز و هرگز جلوی دست آدم کور نذارین، خطر داره. بفرمین. خب من دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم، با شوهرت کار داشتم، بعد میبینمش. کوچولو. راستی نه، حالا حوصله‌شو ندارم. باشه بعد، خداحافظ. قایقت مبارک طوفان، شنیدم بسم الله‌شو با 500 تومن شروع کردی. آره دایی. طوفان، کاری با من داشتی؟ من اینجا منتظر تو بودم، میخواستم باهات حرف بزنم و یه چیزایی رو بهت بگم. تو مشروع کردی، یه آدم مست چی میتونه بگه؟ حقیقتو، فقط حقیقتو. ببین، من دیگه هیچی نیستم، اما تو یه آدم خوشبختی هست، زن خوب، بچه سالم، زندگی و روح آزاد داری. نمیخوام به سرنوشت من مبتلا بشه. نمیفهمم، مگه چی شده؟ تا کاشانه عشق و زندگیت نابود نشده، از شعله دوری کن. اون از من سیر شده، حالا میخواد تو رو بدام بندازه. اون تو رو جادو میکنه، مسخ میکنه، بعد خوشبختی تو از دستت میگیره. حرف منو قبول کن، من مار گزیده هستم. قایق اجاره کردنش یه نقشه شیطانی بود. شعله خود تو رو میخواد، میفهمی؟ خود تو رو. من اگه جای تو بودم میرفتم تو قلب دریا قایم میشدم و تا اون مار هوسباز اینجاست به ساحل نمیمدم. برو، برو خودتو تو مردابا مخفی کن. مردابم که پر از ماره. اما نه مارهی مثل شعله. اگه اون فقط یه بار تو رو تو آغوش بکشه و ببوسه، جادوی حوثش تو رو گرفتار میکنه، بیچارت میکنه.
باشین بریم خودت گرگم به هوا بازی کنیم. گرگم به هوا چی مگه ما بچه؟ دوست نداری؟ تو قایه موشک چطور؟ من کسی رو که بدون اجازه وارد اتاقم بشه هرگز نمیبخشم، اما تو از پشت پرده خیلی قشنگتری. تو قول داده بودی که فقط قایقم رو برای فیلم برداری اجاره کنی، نه خودمو. اما لبهای زهرآلودت به این قول خیانت کرد. چرا؟ من فقط تو رو بوسیدم. برای چی؟ برای اینکه تو غیر از مردای دیگه هستی. اون احساسی که تو به وجود میاری. من تو تجملات زندگی تو عوض نمیکنم. اومدم بهت بگم اگه فکر میکنی منم مثل دیگری به خاک سیاه بشونی اشتباه میکنی. تو هرچی دلت میخواد بگو طوفان، حتی اگه منو بکشی بازم میگم تو مثل ستاره های شب درخشانی و من... مجبور از بقیه صحنه ها رو تمام کند و الا متحمل ضرر هنگفت می شوم. اگه جان بچت رو دوست داری شوهرت رو راضی کن فیلم رو تمام کند. ضمناً اون نباید از موضوع این اختار اطلاع داشته باشد. چی شده؟ من الان برمیگردم مادر. کجا میری؟ باید طوفان پیدا کنم. طوفان؟ اینجا چرا بایستدی مرد جان؟ بچه طوری شده؟ نه چیزی نیست. چرا؟ رنگت پریده؟ تو ناراحت هستی؟ ولی تو از منم ناراحت داری. تو چشمات غبار نشسته. بگو چی شده؟ مرجان، مرجان قشنگه. امروز خواستن غافلگیرم کنم، خواستن منو از تو و خونم جدا کنن. من تصمیم گرفتم دیگه پامو پیش اون لعنتی‌ها نذارم. نه طوفان، اینطور حرف نزن. تو نباید کار اونا رو می‌کنی. برای چی مرجان؟ برای اینکه پول قایقو بدیم زندگیمون بهتر بشه، برای اینکه پول بیشتری داشته باشیم. آره، برای همه چی. برای بچه‌ات، برای من، برای مادر پیرت. ازت خواهش میکنم این کارو تموم کن. قبول کن، قول بده. به من قول بده طوفان. اگه منو دوست داری باید بری کارشون رو تموم کنی. همه
هر جور که تو بخوای مرجو. ازت ممنونم. منم برای دیدن بازیت میام پیشت، اجازه میدی؟ باشه. برو برو خودتو تو مردابا مخفی کن. میرم دریا، خودم رو تو مرداب و نیزارا مخفی میکنم و تا این لعنتی ها اینجا به ساحل بر نمیگردم. جای تو بودم میرفتم تو قلب دریا مخفی میشدم و تا وقتی که اون مار هوسباز اینجاست به ساحل نمیومدم. میکشم هر ماری که جلوی راه من و مرجان و بچه‌مو بگیره، نابودش میکنم، میکشمش. چرا؟ فردا خودشو غرق کرده. بازم بگردین همین گوشه کنارا باید باشه. همین جاها باید باشه. اولا نشش رو پیدا کنید. اونجا چه خبر شده بچه ها؟ چی شده؟ پرتو غرق شده. لباساش لب دریاست اما خالص نیست. نارا حتما بهش نمیسه. مشروب ناراحتت کرد؟ نه، اون روی دریا ناراحتم کرد. من باید فردا برگردم. کجا برگردی؟ به زندگی خودم، پیش زنم. نه، تو نمیتونی این کارو بکنی. برای اینکه تو مشهور بشی، من 100,000 تومن خرج تبلیغات کردم. تو مشهورترین ستاره سینما میشی، اون وقت میخوای به تمام اینا پشت پا بزنی. آخه برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه بزنم قول دادم کارم که تموم شد برگردم پیشش. تو دیوونه ای؟ خیال میکنی اون زنت، اون زندگی فقیرونت، اونا میتونن جای این تجملاتو پر کنن؟ تو رو به اوج افتخار و شهرت و قدرت و پول برسونن؟ من تصمیم دارم نقش اول فیلم آیندم رو تو بازی کنی. من
من تمام زندگیمو در اختیارت گذاشتم. کلید آپارتمانمو به تو دادم. خیال میکنی میتونی لحظات گرمی رو که با من داشتی فراموش کنی؟ میتونی منو فراموش کنی؟ نه. شاید حق با تو باشه. شایدم نتونم فراموشت کنم شعله. اما میرم. بیا. اینم کلید آپارتمانت. شاید به درد کسی دیگه ای بخوره. یه همبازی دیگه. نه. کلید پیش خودت بمونه. من به همبازی جدید احتیاج ندارم. چرا؟ چون فیلم بعدی من بازم تو بازی میکنی. ولی من بر نمیگردم. چرا؟ بر میگردی؟ من مطمئنم که تو بر میگردی. سلام مادر. الهی قربونه قد بالات برم. خدا نکرده. خوشحالم که برگشتی. بیشی مادر میافتی بیشی. اینجا رو نگاه. به به اینجا رو بسا. کاش میدیدی مادر. کاش میدیدی. ببین چه چادر نماز قشنگی با خدا مورده. دست درد نکنه مادر. قربونه تو برم الهی. بیا اینا واسه تو مرجع. اینا همش پارچه هست. اینا کفشه و اینا کیفه. این عروسه که کچولو رو برای امیدم خریدم. راست امیدم چطوره؟ میخوام ماچش کنم. کجا؟ یواش بیدارش نکن. تازه خوابیده. پس با اجازه مادرشو ماچ میکنم. چیه شیطو؟ تعجب کردی ها؟ آخه من دیگه هنرپیشه شدم. هنرپیشه شدم دختر. به زودی مشهور میشم، بزرگ میشم، پولدار میشم. میخوای ببینی یه هنرپیشه چجوری عشقشو ماچ میکنه؟ خوب نیست طوفان، مادرت میشنه. نه عیبی نداره، میدونی؟ این صدای قلبمه که هر موقع بشنوی یاد من میفتی و اون وقت برمیگردی پیش من. لعنت نیست. چرا این کاری کردی؟ تو به جادو عقیده داری مرجان؟ یعنی ممکنه کسی جادو بشه؟ تو خسته ای طوفان. خیلی خب بذار کفشو تو در بیارم. دیگه قرار نبود تهرون بری. گم کردن فیلم، مجبورم برم مرجان. بعد از گم شدن پرتو وجودم را خیلی اهمیت پیدا کرد. ره بهم بدن زندگیمون به کلی عوض میشه. بچه‌مون رو میفرستیم مدرسه، چشمای مادرم رو معالجه میکنیم، یه قایق بزرگ میخریم. ایشالله کاروبارمون خوب میشه مرجان. مرجان فردا صبح که رفتم 10-15 روز دیگهش برمیگردم. تا چشم به هم بزنی تموم شده و اومدم. کاش هرگز صبح نمیشد. خب خداحافظ. طوفان من میترسم. میترسم. از چی میترسی؟ از دوری تو، از جدایی تو، از تهران رفتنت. نه ترس عزیزم، قول میدم همین که فیلم تموم شد بلافاصله سوار ماشینشم و برگردم پیش تو. مگه نه اینکه خودت ازم خواسته بودی من این فیلمو تموم کنم؟ خب خدا نگهدار.
نور. آجیه دوربین حرکت ترابلینک. آها بیا تو. خیلی ملنگ مثل پلنگ، زانو بزن پیش نهنگ. آفرین، بارکلا. ببین عزیزم، برای آخرین بار این خواهش رو ازت میکنم. ازت میخوام که اینجا بمونی پیش من، پهلوی عشقت. چرا نمیخوای بفهمی؟ جدایی خیلی تلخه. تو هنوز منو نشناختی. دوربین دنده عقب. Very good. آهسته بلند شو. حق با توه. هنوز من و تو با هم غریبه ایم. میدونی چرا؟ برای اینکه تو چشمات نوشته شده خیانت. استوب. درسته، قشنگه، همونیه که من میخواستم. براب و عالی بود. به هر دوتون تبریک میگم، هم برای بازی خوبی که کردین و هم برای پایان این فیلم برداری. البته تبریک اصلی رو شب افتتاح فیلم بهتون میگم. نه شب افتتاح خیلی دیره. به مناسبت پایان فیلم برداری اولین فیلم طوفان، همین امشب تو خونه خودم یه جشن خودمونی میگیریم. خود خودی. به سلامتی. به سلامتی. به سلامتی مردی که با نمایش اولین فیلمش قلبا رو تسخیر میکنه. درسته، قشنگه، همونیه که من میخواستم. به سلامتی توفاق. سلامتی. آخه اینجا چسبیدی. بفرمید، مشروب. به سلامتی توفاق. نوشه جا، بفرمید. متشکرم، نمیخورم. شما قربان؟ خیلی متشکرم. سمت خان جان. جان جان. ببینم تو این فیلمو چجوری می‌بینی؟ سینراما ببینم عزیز دلم. به سلامتی تو طوفان، باید بخوری. گفتم که من عادت ندارم. تو به خیلی چیز عادت نداشتی عزیزم. مشروب بده. بفرمایید. وردار عزیزم. بله. تو امشب باید مشروب بخوری. دوستان عزیز، بازم می‌خوریم به سلامتی طوفان. به سلامتی طوفان. طوفان که باید بس. خیلی خوب، خیلی خوب، برمیگردم. بلم کن دیگه، بسه. تو یه جیارو کری، یه جیارو گرم. نه بس، یه جیارو گرم، یه جادوگر زیبا. طوفان، صبح به این زودی کجا میخوای بری؟ من باید برگردم ترم. تو تازه دیشب اومدی، حتی بچه‌مون هنوز تو رو ندیده. آره راست میگی، من اونو بوسیدم. دلم واسه اون و تو و مادر تنگ شده بود، واسه این بود که اومدم پیشتون. اما باید برگردم تهرون، کار فیلم هنوز تموم نشده. دلم میخواد حرفتو باور کنم، اما خواهش میکنم نرو. میترسم با رفتنت همه چیز عوض بشه. یعنی چی؟ یعنی زندگیم. طوفان. آره طوفان، من به جادو عقیده دارم. من باید وظیفه‌مو انجام بدم، نمیتونم فیلمو ناقص بذارم. خواهش میکنم نرو. طوفان، خواهش میکنم. نمیدونم چرا دلم شور میزنه. نه خیالت راحت باشه، دلت هم شور نزنه. من که همه جور وسیله زندگی تو رو فراهم کردم، هر طورم که دلت میخواد خرج کن. دیگه ناراحتی چیه؟ فقط تو رو میخوام طوفان، تو رو میخوام. به خاطر من، به خاطر بچه‌ام. گفتم برمیگردم، برمیگردم، مطمئن باش مرجان. بی خود گریه زایی نکن، فعلا خدافظ. بیا بالا طوفان.
بلنده، همونی که من میخواستم. بهتره اون یکی زیاد خوب نبود که بوده شاهکار بزرگ. من اونو به خونش برمیگردونم، من اونو پیش بچهش برمیگردونم. توفان به زنش علاقه زیادی دارد. چه غلط ها؟ بدش من تو حق نداری اون روزنامه رو پاره کنی. متشکرم عزیزم. تو نمیتونی این کارو بکنی. تو نمیتونی از پیش من بری. قط؟ عالی بود طوفان، یکی از بهترین بازیات بود. فقط موقعی که این جمله رو میگی سعی کن چشمات بیشتر نفرت نشون بده. یه دفت دیگه هم میگیری. نور روشن کن. اون یکی. متشکرم. حاضر باشید. موتور حرکت. تو نمیتونی این کارو بکنی. نمیتونی از پیش من بری. قط. نشد. نه خوشم نیومد طوفان، حالتت خیلی ضعیفه. اه از نو میگی؟ حرف زور میزنه. نمیتونم من، تا شعله جلوم نباشه نمیتونم بازی کنم. آره نمیتونه بازی کنه. وجود اون پسر بلند قده خیلی ناراحتش کرده. طوفان دیگه تو نه اینطور نیست. خانم اگه فکر میکنه منو خریده اشتباه میکنه. سرمایه گذار هست برای خودشه، ولی به عنوان یه هنرپیشه باید سر کارش حاضر بشه. یعنی چه پلانا رو جدا جدا میگیریم بعد با هم مونتاژ میکنیم؟ یعنی چه؟ من با نظر شما کاملا موافقم. من همین الان بهش تلفن میکنم. آره اقول ما سلام برسون. دفت تلفن بکنیم. خرابم هست تلفن. الو طوفانه. شونه الو شونه چرا جواب نمیدی؟ لعنتی. کی بود علی آقا؟ کی بود زنگ میزد؟ یه خانومی تو حیاط منتظر شماست، میگه 2 دقیقه با شما کار داره. تو برو ماشین حاضر کن. ماشین کجاست؟ دم در جنوبی. اینجا اومدی چی کار؟ اومدم شوهرم از تو بخوام. میدونم اون عاشق شماست، شما رو دوست داری، اما خواهش میکنم به خاطر بچهش، به خاطر مادر کو به من پس بده. باید بدونی که خیلی وقت شوهرتو ول کردم، اون دیگه برای من کهنه شده. حالا اونی که از من دست بردار نیست. من شوهرم از تو میخوام، باید اونو به من پس بدی. آدمایی مثل اون تو تهرون پره. برو پیداش کن، دو دستی بهش بچسب، برش پیش بچه‌ش و مادرش.
چیز عجیبیه. بازم که وایسادی منو نگاه میکنی. چرا گورتو گم نمیکنی از خونه من بری بیرون؟ من از راه دوری اومدم. ازت خواهش میکنم، التماس میکنم، برای خدا، به خاطر هر کسی که دوست داری، طوفانو به من پس باشو. حسینم رو سر بردی احمق. باشو گورتو گم کن. خیال میکنی خونه من کاربازار هست؟ نه، کاربازار نیست، اما زندان عشق طوفانی. آزادش کن. اگه دفعه دیگه پاتو گذاشتی اینجا میدم دست پلیس. بیا این زنه کرو بندازش بیرون. طوفانی اینجاست. بارا بگه انقدر مزن نشو. گوش کن علی، در پنجره رو میبندی، بعدم میری مرخصی. یالا بارا بیا بینم. نه خیلی خوابه رو دفت برو نکی. بارا بیرون بینم. نه علی من اینطوری نگاه میکنی؟ بگو کجا رفته؟ چی شده؟ آقا به خدا قسم این زندگی به درد شما نمیخوره. گفتم بگو کجا رفته؟ کی بود پای تلفن که جواب منو نداد؟ یه خانومی اومده بود اینجا، شما رو میخواست، مثل اینکه زن شما بود. زن من؟ بله زن شما. ولی اونا با خفت و خاری از در باغ بیرونش کردن، بهش توهین کردن و انداختنش بیرون. اونا؟ مگه اونا چند نفر بودن؟ خانم بود با یه جوونکی که اصلا نمیشناختمش. اما ببخشینا، فضولیه. به خدا زن شما یه دونه موش میارزه به سر تا پای اینجور زنا. زنی که برای شوهرش گریه کنه زنه. حالا فهمیدم. نور خوبه؟ بعد از چند لحظه سکوت خرامان خرامان میری به طرف خرمن عشق، فهمیدی؟ نور پروژکتور شماره 22 رو یکم کم کن. خوبه؟ خوبه یعنی چه؟ عالیه. خوبه. به به ماشالله. این بر اونورش ننداز دیگه. قیافم علیه؟ ببخشید خانم. بچت شروع کن. همون کسی که زندگی آرومی داشت، زن و بچه داشت، اما مار خوشخط و خالی گورش زد. اونو از زندگیش جدا کرد، از اون یه پرتو دیگه ساخت، پرتوی که چاره‌ای جز خودکشی نداشت. تو هم میتونی خودتو بکشی؟ نه، من مثل اون نیستم که راه خودکشی رو انتخاب کنم، بلکه اومدم انتقام اون ازت بگیرم، انتقام خودم و انتقام زنمو که امروز مثل سگ از خونه بیرونش کردی. گورتو گم کن از اینجا، برو بیرون. راست میگه آقا جون، برو مثل به کارمون برسیم. یالا بندازین. مردشو چرتی به تو ببرم. نه وای، منو بلند کنی. حرف دهنتو قورت بده. یالتشو ماهی گیر پس بکش کنار دست کسی. Ah!
تا کی بره عشق و جنون عرض پرستی برخیز از این سینه که بیهوده نشستی صد بار نظر بستی و صد بار شکستی
شله؟ سرد تو رو هیچ کس نمیبوسه شونه. بالاخره هوسهای بی جای تو قلب تو از کار انداخت. مرجان، این کارد توه مرجان، تو اینو کشتی؟ نه نه، نمیشه باور کرد. خدای من، خدای من، یعنی مرجان قاتله؟ بالاخره کار خودشو کرد؟ نه. اما من نمیذارم تو مجازات بشی. تو خیلی رنج بردی، حالا دیگه نوبت منه. آره نوبت منه. آثار جرم اینو ثابت میکنه. از صدای هر پایی که تو این خونه قدم بذاره صاحبشو میشناسم. اما تو خیلی دیر برگشتی طوفان. مرجان کجاست مادر؟ اون رفت دریا مادر. تو هم برو تا دیر نشده. برو مادر. تو اینجا چی کار میکنی مرجان؟ من طوفان رو دوست دارم. وقتی دیدم اون از دریا بر نمیگرده تصمیم گرفتم خودم برای دیدنش به دریا برم. نه تو نباید این کارو بکنی. تو نباید بمیری. تو حیفی. تو هیچ تقصیری نداری. من نباید میذاشتم اینطور بشه. تقصیر اون مار خوشخط و خال بود که به سزای اعمالش رسید. اون دیگه وجود نداره که بین من و تو جدایی بندازه. دیگه به جز خدا هیچ. دنبال من اومد. نه تو نباید حرف بزنی مرجان. تو به اندازه کافی رنج بردی. گناه این واقعه به گردن منه. انتظارتون رو داشتم. حتما اومدین درباره قتل شعله تحقیق کنید. همینطوره. شما از کجا حد زدید؟ حد زدنش چندون مشکل نیست، چون من اونو کشتم. صبر کنین، طوفان قاتل نیست. طوفان تو نباید کفاره ای گناه منو بدی. من اونو کشتم. منم باید مجازاتش بکشم. آقایون من اون زن رو کشتم. میتونم ثابت کنم. مرجان! نه طوفان، تو نباید بمیری. تو نباید بمیری. آروم باش مرجان. حرف زنم رو باور نکنین. حتما اثر انگشتام روی دسته کارت پیدا کردی. نه نه! بسه مرجان! بسه پایده است.
خواهش میکنم آروم باشید، حقیقت در دادگاه روشن میشه. نه نه، من اونو کشتم، من کشتم، اعتراف میکنم که من قاتل شعله هستم. طوفان راست نمیگه، اون زن به دست من کشته شده، شوهرم به خاطر نجات من میخواد گناهو بگردن بگه. ساکت باش مرجان، ساکت باش مرجان. خواهش میکنم ساکت باش مرجان. سعی کنید فقط به سوالات جواب بدید و جز حقیقت چیزی به زبان نیارید. اجازه میفرمایید آقای رئیس؟ رویه‌ای که متهمین در دادگاه پیش گرفتن فقط به فقط به خاطر گمراه کردن اذهان هیئت محترم قضات میباشد. اینها با طرح نقشه قبلی به نام شریک جرم میخوان از پنجه عدالت فرار کنند. من از هیئت محترم قضات تقاضا دارم اجازه ندن بیش از اینها وقت دادگاه تلف بشه و همونطوری که در پرونده منعکسه و شواهد نشون میدن، طوفان قاتله و باید اعدام بشه. نه، طوفان قاتل نیست، به خدا اون قاتل نیست، قاتل منم. ساکت باشید. ریاست محترم دادگاه، هیئت محترم قضات، نمیدونم چرا آقای دادستان اصرار دارن که هرچه زودتر حکم صادر بشه. همونطور که فرمودین وظیفه دادگاه فقط روشن کردن حقایقه. من که وکیل مدافع متهمین هستم، تقاضا دارم ترتیبی بدید که قصاص قبل از جنایت نشه. بعد چطور اونو کشتید؟ بله. سعی کنید حقیقت رو بگید خانم. شعله شوهرم از من دزدیده بود. برای نجات شوهرم این کارو کردم. حس می کردم مردی رو که مال من و پدری بچه‌ام بود داره نابود میکنه. این دفعه دوم بود که به خونهش، بار اول به پاش افتادم و ازش خواهش کردم شوهرمو به من و فرزندم پس بده. اون به زندگی من توهین کرد و بعد منو با تحقیر از خونش بیرون انداخت. تصمیم گرفتم اگه بار دومم به حرفای من گوش نده به زور متوسل بشم. تمام روزا کشیک دادم تا فهمیدم شب تنهاست. حتی نوکرشم مرخصی رفته بود. بی سر و صدا وارد سرسراش شدم. وقتی داخل خونه شدم تاریک بود. فقط طبقه بالا که اتاق خوابش بود روشن بود. اول فکر کرد نوکرشو که از مرخصی برگشته. متعجب پرسید. آه، بازم تو؟ به چه حقی بدون اجازه وارد خونه من شدی؟ با همون حقی که تو بدون اجازه عشق با ازم دزدیدی. من و طوفان همه چیز داشتیم. زندگی، سلامتی، آفتاب، امید، امید فرزندم. اما تو شوهرم رو از دستم گرفتی. اونو به تهران آوردی. و امروز این کارت برات آشناست. تو با این کارت بچه منو تهدید به مرگ کردی و طوفان از قلبم جدا کردی. حالا همین کارت بین من و تو حکم میکنه. یا طوفان به من برگردون یا بذار در قبر سون عشقی که تو ساختی قبر دیگه ای اضافه بشه. وقتی چشم باز کردم متوجه شدم کارت تا دسته در سینه شعله فرو رفته. من از شدت خشم این کاره کرده بودم. باور کنی؟ نه، این درست نیست. حرفای مرجان درست نیست. شما از گیونیستی عشق و علاقش من بودم. مرجان فقط میخواد منو نجات بده. شعله رو من کشتم. اثر انگشت من روی دسته کارت وجود داره. مگه این کافی نیست؟ این موضوع ثابت شده. حتی در پرونده منعکسه. شما چرا و به چه دلیل مرتکب این قتل شدید؟ دلیلش روشنه. شعله زن هوسبازی بود. اون به خاطر هوسش حتی محیط مقدس هنر و سینما رو به بازی گرفته بود. اون با حیله و تزویر جوانا رو شکار میکرد. جوانایی که آرزو و احساسات پاکی داشتن. بله، شعله برای ارضای غریزه های پلیدش اونا رو بازیچه خودش قرار میداد. بعد مثل کاغذ پاره‌ای دورشون مینداخت و باعث نابودی اونا میشد. از موضوع خارج نشید آقا، توضیح بدید چطوری اونو کشتید.
شب طوفانی بود. اون شب مشروب زیادی خورده بودم که جرأت کشتنشو داشته باشم، چون ذاتن آدم کش نبودم. در منزلش باز بود، یه راست اومدم تو آپارتمانش، شوهر رو تو اتاقش تنها دیدم و اونو کشتم. و از همون راه برگشتم. اجازه میخوام آقای رئیس. بفرمید آقای دادستان. آقای رئیس من یک سوالی دارم. بفرمید. خانم مرجان، شما گفتید که با شعله سر پله ها گلاویز شدید و بعد که به هوش اومدید جسد اون، درسته؟ بله درسته. مطمئن این که جسد اون روی پله ها دیدین؟ بله مطمئن. ولی در پرونده منعکس شده که شعله توی رخت خوابش کشته شده. مرجان نمیتونسته بدن سنگین شعله رو به اتاق خوابش حمل بکنه. آقای رئیس، آقایون قضات، شعله رو من کشتم، من کشتم. جلسه رو خاطره بدید آقای رئیس. طوفان محکوم به مرگه. عفو کنید. هیچ کدوم از این دو نفر قاتل نیستن آقای رئیس. چطور مدعی هستیم که اینا بیگناه هستن؟ برای اینکه من شعله رو کشتم آقای رئیس. آقایون ساکت، بفرمایید بنشینید و نظم دادگاه رو رعایت کنید. بفرمایید بنشینید، خواهش میکنم. شما چی هستید آقا؟ من یه مرده هستم آقای رئیس، یکی از قربانیانی که طوفان به اون اشاره کرد. حالا دیگه هیچ کس منو نمیشناسه، چون سالهاست در شعله های هوس اون زن سوختم و فرار. من پرتو هستم، پرتویی که یه زمانی اسمش سر زبونا بود. درسته، قشنگه، همونیه که من میخوام. من به خاطر انتقام جویی اونو نکشتم. اون به من خیلی بدی کرده بود، در حالی که من اونو دوست داشتم. اما وقتی متوجه شدم برای مردی که زن با وفایی داشت، سعادت و خوشبختی داشت، گرینی داشت، نقشه نابودی کشیده، تصمیم گرفتم قلب سیاهشو به گور بسپرم. چون حدس می‌زدم اگه من شعله رو نکشم، طوفان این کارو خواهد کرد. دلم راضی نمی‌شد ببینه مردی که میتونست همه چیز داشته باشه، به خاطر زنی هرزه باعث نابودی خودش و خانواده‌اش بشه. به علاوه من یه بار مرده بودم، اهمیت نداشت یه بار دیگه هم بمیرم. چطور اونو به قتل رسوندی؟ گفتم من هنوز شعله رو دوست داشتم و مثل سایه اونو تعقیب می‌کردم. به موقعیت خونش آشنا بودم، مثل همه اونایی که با آپارتمانش میومدن و میرفتن. اون شب از تنهاییش استفاده کردم و از در جنوبی حیاط وارد باغ شدم. شعله عشق تازه‌شو که یه جوان قد بلند و لاغری بود تازه مرخص کرده بود. داشت چراغای سرسرا رو خاموش میکرد که برای استراحت بره بالا تو اتاق خوابش. بعد اون دو نفر با هم گلاویز شدن. شعله قوی بود، اون مثل کفتاری خوناشان مرجان زمین انداخت و داشت اونو خفه میکرد.
احساس کردم قربانی دیگه ای داره به جنایات شعله اضافه میشه. من خیلی ها رو با پای خودشون به جهنم فرستادم، ولی تو رو با دستای خودم خفه میکنم. قاتل! ساکت باشید خواهش میکنم. اون مرد، اونو کشتم روی همون تخت خوابی که روزگاری فکر میکردم فقط متعلق به کشتمش. حالا آقای نوازم، خواهش میکنم این دو انسان بیگناه رو که میتونم زندگی سعادتشون، امیدشون، انتظارشون رو میکشه آزاد کنید. من در اختیار هر طور که قانون حکم میکنه حاضرم کفاره گناهمو پس بدم. امید، فرزندمون که ما دیگه اینجا کاری نداریم. نخست جامعه مطبوعات کشور مشتاقان سینما را از تکوین این شاهکار خبر دادند. از آنگاه هنرشناسان چشم به راه قیامت این به وجود آورنده شگفتی ها هستند. خاک با اونت خیونت نمی کنه، بگیرینش. دو ستاره، دو هنرمند بزرگ، دو ستاره شده میلیون ها تن در پیچ و خم سوء ظن و تردید و نفرت رهبر ماجراهایند. بهروز بزرگی و ناصر ملک مطیعی. همه از فیلوس در این توقیه، این منو کشونده اید. ما فقط اون توقی رو میخوایم. حالیته اگه میخوای خیر از جوونی ببینی و دعای مادر پشت سرت باشه، پرش بده بده. این یه چیز دیگه است. همه کفترام یه طرف، این یه طرف. بیبی، این توقیه. توقی تنها یک نام بود، نام پرندهی زیبا و سبکبال. لیکن این نام آتشیست بر ریسمان زندگی آنان، هیولاییست خفته در کوره راههای تقدیر. محبت ها را به نفرت بدل می سازد و دوستی ها را به خصومت. پس کوشون غیرت و مردونگید. منو یه جو غیرت دارم بیبی. و در گیردار تمام مصائب، ناگهان تبسم عشق طوفان حوادث را فرو می نشاند و وسوسه دلپذیر خود را آغاز می کند. کشش تن بود و با این حال پاک و بدور از گناه و از نظر دیگر گناه‌آلود بود و مطرود. توقی، فیلمی همتراز با هر شاهکار سینمایی. دومین ساخته علی حاتمی، نویسنده و کارگردانی که با ارائه اصالت به وجود آورنده تحول و دگرگونی در راه سینمای ایران شد. و آنان که با هنرنمایی به کالبد شخصیت‌ها نفس زندگی دمیدند. بهروز بزرگی، گامی دیگر به سوی شهرت و محبوبیت به پیش. کی گفته یه جوجه دل بشه اختیار داره آدم میزد؟ آفرین، چهره جدید امروز، امید بزرگ سینمای فردا، با ژاله، سرکوب، بهمن مفید، حسین گیل، شهرزاد، آراسته، نادره، جلال
و ناصر ملک مطیعی با درخششی بی نظیر بزنم تو خواب جدی بری جدید آسد مصطفی بس سفیان کردی آسد مصطفی کیه؟ یه مجنون که باور یه خونه تو دلش نهر بشه بگه انگار نه انگار کسونش نمیدم به همه کسونش نمیدم به کس بودم که کس باشه قبول تنش اطلس باشه فیلم های بسیار دیده ای داستان های بسیار شنیده ولی هرگز بدین سان داستان و بدین گونه فیلم نبوده است توقی فیلمی که بزرگان سینمای ایران دستن در کار خلق لحظاتش بودن توقی محصولی افتخارآمیز از سیرا فیلم مدیر فیلم برداری مازیار پرتو موزیک متن از اسفندیار منفردزاده مترو گولدوین مایر تکاند نه بابا به مترو گولدوین مایر چه مربوطه این سعید راد خودمونه که این دفعه در نقش یک مرد لور ظاهر میشه و میخواد یک آدم ناکس رو بندازه تو قفس شیرا که شیرا بخورنش آقای لور به شهر میرود آقای لور خیلی صاف صادقه آقای لور انقدر غیرت اون به فکر مبارزه با زشتی ها و بدی ها بود بذار بمیرم من تو گلدون گل بمیرم بهتره تو این لجنزار زنده باشم جای من تو شهرم من زندگی شهری رو دوست دارم میخوام خانم باشم ماشین داشته باشم لباسای قشنگ بپوشم با یک خیال واهی خوشبختی خودشون رو ول کردن رفتن به سوی دام ها و نیرنگ ها آقای لور به این در اون در میزنه به هر دری سر میزنه تا به اسرار پشت پرده پی ببره نه تو بمیری میخواد کار کنه حالا میخواش یا نه میخواش ها؟ کالگل کجا بود؟ معلومه که میخوام به چه زحمت پنج تا کالگل افغانی پیدا کردم که اونام آدم کش دل اومدن آقای لور به شهر میرود به روسی چه چیز میتوانست دو دوست دیرین را به دشمنان کینه‌توز مبدل سازد که محبت‌های گذشته را فراموش سازند و کمر به قتل یکدیگر بندند این بود آنچه که سرنوشت جز اطاعت از سرنوشت چاره ای نبود سعید راد موفق در ایفای نقشی مؤثر حسین ملا قاسمی چهره‌ای به یاد ماندنی به همراه بلندترین مرد آسیا محمود لطفی دیگه نیست برای شوهر خوب پیدا شدن پولدار با اسم و رسم با خانه و زمین این زندگی نیست نه نیست مردنه در نهادش چه بود که عده‌ای خصم جانش بودن و برای نابود کردنش از هیچ کاری حراس نداشتند تنها رفیقش به یاریش شتافت اما اونیز گرفتار مردانی پلید گشت لیکن برای اثبات دوستیش تا سرحد مرگ کوشید مرد بلند آسیا هر وقت تصمیم بگیره کسی رو تنبیه کنه کمترین کارش اینه که درست مثل ساندویچ اونو از وسط به دونی میدونه آقای لور به شهر میرود محصول تهران فیلم مدیر فیلم برابر دریافت یک دستمزد کلان و به خاطر دستگیری و تحویل یک فراری این مرد مأمور است برای او شکست معنا و مفهومی ندارد زندگی او، هستی او در گرو پیروزی در انجام این امر مهم است هدف یافتن یک دختر بود که در دام شیطان اسیر است نگران است، هراسان است فریاد استغاثه دختر همه جا به گوش می رسد اگر لحظه ای دیرتر رسد فاجعه ای جبران ناپذیر وقوع خواهد یافت و اگر لحظه ای غفلت کند مرگ در انتظار با قدرت بازیگری ستارگان درخشان آسمان هنر و چهره های مستعد و پرتوان فیلم ها جلوه ای متفاوت دارند و در معیاری وسیع تر و باشکوه تر عرضه می شود اکنون رهاوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز بهروز وثوقی هنرمندی که آوازه شهرت و استعدادش از مرزها گذشت سلامتی
نوش دروش چهره آشنای خانواده ها و آراسته به صدها هنر در فیلمی متمایز و در خور تحسین از مسعود اسداللهی همسفر خانم تو باید با من عروسی کنی. بله این حادثه آغاز یک ماجران است، بلکه مراحل تکوین یک داستان عجیب است که تا کنون نظیرش بر پرده سینما نیامده است. برای تشریح روابط اینان لازم است با شخصیت های مهم این فیلم آشنا شوید. معرفی میکنم، اسمش علی، 30 سال است، شغل درست حسابی نداره، برای سیر کردن شکمش و راضی نگه داشتن دلش از مشتش استفاده. جایی، این همه سال در دیوار مردم بالا رفتی، یه دفعه واس خاطر آبجید برو. واس خاطر آبجید برم دوزی؟ آره. شخصیت مهم دیگه این خانمه، یک دختر 20 ساله، از خانواده ثروتمند، خواستگارای زیادی داره. تا حالا فقط یک بار شیطونی کرده، ولی همین یک دفعه هم کار دستش داده. خون رو با خون میشورم، خون ریختن، خون میریزم، خون کردن، خون میکنم. پدر خانواده. همون بلایی رو به سرت میارم که به سر دخترم آورده. و آخرین نفر دایی علی آقاست، متخصص کارهای خلاف عدم. هر 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 یه و اما چیزی که باعث شده بود این آدم ها به جون هم بیافتن، همونه که تمام جنگ ها بر سر اونه. یعنی تو حالا عاشق نشدی؟ نه بابا، نه قربونت، بگی بخواب، عشق کدومه؟ انگولکمو نکن، نه به یاد اون چیزایی که نداریم بیافتیم. ما کجایی، تو کجایی بابا؟ اینان از دو دنیای کاملا متفاوت بودند. این دختر قلبش از عشق شکسته بود و این جوان از زندگی، چون این شکست خوردگان یکدیگر را یافتند، هم سفر شدن. تو از کدوم قصه ای که خواستن عادت نبودن فاجعه بودن امنیت؟ تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون همسفر. قصه ایست از لرزش های دل، از لحظه های عشق، از شوق وصال و از بیم جدایی. همسفر. منو با خودت بذار، من برفتن خانه هم. همسفر، هدیه‌ای به یاد ماندنی از سیرافیلم. همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354. چه بود این مرد؟ چه بود این مرد که گروهی بیشمار ستایشش میکردند؟ که گروهی بیشمار او را چون نگینی در حلقه محبت خود میفشردند؟ که گروهی مرگ او را فرصتی برای زیستن خود میدانستند؟ چهره مردانش، هیبت مردانش، موجی از احساس به دلها بیفکند. احساس محبت که هستی بخش بود و امیدوار کننده، احساس
نفرت که وحشت‌زان بود و مرد آفرین. چی خیال کردی؟ که شوهر منی؟ که هرچی دلت خواست میتونی بارم کنی؟ که من اسیر و عبیر تو هم که من؟ که بودیم زن من؟ که بودیم زن که گروهی بیشمار تحسینش میکردن، که گروهی بیشمار گمشده خیش را در وجود او میافتن. کی میگه؟ همه میگن بلون اثبات تو همه به زنی منحط ولی دلربا، راه گم کرده جوان زیبا ولی آسی و بیارام، رقاصه‌ای طناز عاشق‌کش، مجلس آرایی بی‌دریغ در طبق اخلاص این میزدگان. رقاصه، رقاصه، رقاصه شهر. بخون. دوست دارم فرام با تو باشه تا به پاس دنیا با. و از بازی هاوج عجیب سرنوشت بود عشق این مرد و این زن. وای اونا یه دل نه، آدم یه دل داره و یه نفرم باز توش پارک کنه. اگه زن آدم مثل تو بود دیگه چه غمی داشت. مردی رانده شده از آغوش همسری نامهربان، سعادت و نیکبختی و لذت زندگی را در آغوش این رقاصه می‌جست. دردش از خودم بپرس، هرزه است. رقاصه‌ای که وجودش چون متاعی دست به دست گشته بود و دست‌های مرد این بار او را به سوی آینده مبهم و نامطمئن سوق می‌داد. تا جرغن تو خورد نکردم برو برو در کار. مگه خیال کردی که همه رو خریدی؟ تو یکی راره یالا پشوارو بیرون. نمیرم. بلان شو بینا. نمیرم. بیا بیرون وکرنه به حق خدا همینجا میکشمه. دلم کن نامرد زن کش. خب بپنمک بحرون. عشق با گذشته ننگین برای آنان ظاهری زیبا و باطنی نفرت انگیز داشت. میگیره خود پری خانم بپو خفلتو. عشق با رقاصه رسوا آینده تلخ و نابود کننده در پیش داشت. زمانی غرق در دنیای لذت، زمانی گریان در مرگ آرزوها، زمانی نادم و پشیمان از گذشته بی‌بازگشت. و سرانجامی عجیب تر به دنبال داشت عشق این مرد و این رقاصه در این داستان. رقاصه، رقصه شهر، کوششی است در راه تهیه آثار برتر، تجسسی است در دنیای درون، تلاش انسانهای رنگ محبت ندیده در راه کسب عشق و محبت، انسانهای گمنام در جستجوی شهرت و انسانهای مشهور و مارک خورده در جستجوی گمنامی. من راست راستی خاطر تو میخوام، دارم زندگیمو به خاطر تو به هم می‌ریزم. فروزان، چهره تابناک سینمای ایران، با ایفای نقش یک رقاصه صفحه جدیدی در تاریخ زندگی هنری خود می‌گشاید. به همراه او گروه کثیری از هنرپیشگان محبوب شما ایفاگر نقش‌های حساس این فیلمند: بهمن مفید، شهرزاد، حسن شاهین، شهروز رامتین، فرنگیس فروهر، سرکوب، حالتی، سیمین علیزاده، کهنمویی، حسن رضایی، جنتی شیرازی و ناصر ملک‌پوتی، چهره محبوب برای همیشه، ایفاگر نقش یک مرد، مردی خودساخته، ولی اسیر در دام عشق این رقاصه. به مهریه فاطمه زهرا پریان روشنی که فکر کردی؟ یه تیکه خانومه. رقاصه شهر، نام یک داستان و نام یک فیلم، آغاز نوینی در راه تهیه آثار با ارزش سینمایی. فیلمی به کارگردانی شاپور علی، محصول آسفیلم. رقاصه شهر. این فیلم تصویر لحظه به لحظه دقایق یک ماجراست، برای ثبت در خاطره‌ها به عنوان یک متفاوت دیگر در سینمای ما. نفس تو بگیرم، ولی میبینم نمیارزه واسه خاطر تو یه عمرم تو زندون ببوسم. حالا هم حرف آخرمه، اگه یه دفعه دیگه پاپه منو اون بشی، قید همه چی رو میزنم و میفرسمت اون دنیا. مقرر است تا جان انسانی را بگیرم، مقرر است تا ثروتی کران را به تاراج برم، مقرر است
یکی از شگفت‌انگیزترین ماجراها از فکر به عمل آید. و مقرر است تا در صبحگاه بر گور یک کشته پیروزمندانه به بری چه شد که در آن صبح دم همه چیز سوخت و خاکستر گردید. صبح خاکستر. نمیخواستم احمد، من یه مرد میخوام، یه شوهر، ولی تو دروغ میگی، دروغ میگی احمد. ول کن دیگه. مرد بارها طعم زندان و بند را چشیده بود و حراس از عاقبت شوم کار نداشت و در آن شب مصمم و با اراده قدم در حادثه نهاد و پیش رفت تا صبح خاکستر. خدا رحمتش کنه، کیت بود بابا، فقط اون واسم مونده بود. مرگ حقه، دیر و زود همه میمیرن، اما اون به ناحق کشته شد و تمام هدف او از خلق این همه ماجرا فرونشاندن آتش انتقام. تیرت میندازن احمد، دست بردار. نمیتونم، باز تمومش کنم. من جلوتو میگیرم. منظورت چیه؟ اگه مجبورم کنی لوت میدم. صبح خاکستر، تیری خفته در خشاب مرگ آفرید و یک قهرمان متولد گردید. در صبح خاکستر این دو در اوج دوستی چون درندگان خوناشام یک عداوت دیرینه را به اوجی وحشت زار رسندند. بهایی برباد رفته دیگه، هیچی بابا نمیش. یه بار دیگه بهش فرصت اون خونه دیگه جای من نیست. ولی اون خونه بدون شما صفایی نداره. دو شهره مشهور و نام‌آور سینما، رضا بیک ایماندردی و تقی مختار، ساخته همونی که هرچی داشته توی بغض کینه. در جناب لطفی، کیومرس ملک مطیعی، مهدوی فر و جلال. شاید در صبح خاکستر زن بازیچه‌ایش دستاویزی برای کشف یک راز، برای انجام یک هدف. صبح خاکستر، نویسنده و کارگردان تقی مختار، با تصاویر نصرالله کنی، محصول چشمگیر و بی‌نظیر سازمان سینمایی پناسیت. صبح خاکستر. عباس شباویز، کارگردان ارزنده سینما، پدیده شگرف خود را عرضه می کند. گفتم برو گم شو. بار دیگر از میان جدال ها و کشمکش ها اثری آموزنده و اجتماعی برای نسل جوان. مجالس بزم و رقصی چون این دانه دامیست برای جوانان، برای فریفتن و فاسد کردنشان در ماجرایی به نام موتلائی شهر ما، و این یکی از جوانان اسیر این دام است. کشیدن تو کلانتری اون وقت معلوم میشه چی کار کردی؟ یواشتر، چرا تانه به قاضی میری؟ آخه اصلا این آدم برمیاد که پول بدوزه؟ موتلائی شهر ما داستانیست از فداکاری ها و مردم دوستی های طبقه کارگر و خوشی ها و شادی های زندگی ساده آنان. میخوام بریم ما میخوام بریم ما پیکنیک. های بچه ها بلنشین، بریدیم بالا تو ماشین، برشدی دورا وردار، میریم خدا نگهدار. موتلائی شهر ما داستانیست از یک عشق، عشقی که به یک نظر ساده و بی آلایش جلوه می کند. گفتم که یه موه تو رو به صد تای اونا شاید فکر میکنی که رخت خواب من هستم، با تو کار دارم. و با نظری دیگر پر از دروغ و نیرنگ، عشقی که در تماس با محافل بدنام اجتماع به تاریکی و یأس و نومیدی می گراید، همچون طعمه های معصوم و زیبای آن محافل که در تاریکی و نومیدی گام بر می دارند و فنا می شوند.
موترائی شهر ما. دل کنم به سینه پنهان که آتشم به دل زنه این آخ سوزان. آخه من 7 ماه به دنجا اومدم. اوه من چقدر از آدمای 7 ماه خوشم میاد. من بمیرم؟ بله. وای با دلت میخواد دهنتو شیرین کنی؟ آره. پس بیا جلو. بچه بابا رو رو برم. گرخ گرخ. موتنایی شهر ما. مردونه بی حرکت. اگه یه قدم دیگه بری بالا مغزتو داغون میکن. با شرکت فردین، پروین غفاری، پوری بنایی، ظهوری، جیسو، پیشوایان و کهنمویی. یه آتش میگیره میسوزه و خاکستر میشه مثل من. به با تو هم که آیه یعزی. من یه تو ماشین چیه؟ دختر طلایی. دختر طلایی. موترائی شهر ما ماجرای کشمکش و جدال سخت و بیرحمانه و داستانیست گرم و سرشار از هیجان. گفتم فرار کن. یالا ترسو وگرنه مغزتو داغون میکنم. موترائی شهر ما.